زراعت و کشت و کار و دهقانی زمین های اطراف کانال قشتیپه برای شما تصاویر و گزارش و صحبت داشته باشیم. اسم من سمیع الله است، از ولایت کابل، از ولسوالی دهسبز آمدیم اینجا. از دهسبز کابل آمدیم. سر طعم خوب داره، شیرین است، بسیار خوشایند است. دوای گرمی را بخوری فقط گنگس گولت میکنه مثل که کدام چیزی را زده باشی. نه خیر، نه به او اندازه نیست. سیادانه خم رقم است. میرم اون تو در خیمگه که لال نقیب میشینیم، یک چند خم جمع قصه میکنیم و اینا میره نوش جان میکنیم. این ساعت زمینش کمک اک مفید است. در چهار سال گفتین سر حاصل میاد. بله سر حاصل میاد. و این دو سال هم اونا میبینه که قلمی امسال است اونا گل کده. آها، سعی کنین از برای خدا، قدرت خدا را سعی کنین. خودش چند ماه میشه که شانده شده، زود رشد هم کرده، سبز هم شده، کلانتر هم شده و مهمتری که حتی سر حاصل آمده. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند، خداوند جان و خرد، درود و تندرستی و لبخند و مهربانی تقدیم شما عزیزان، دوستان و تنداران و خانواده های عزیز و گرامی و دوست داشتنی که زیبا پسند هستین و افغان مای که برای دیدن و برای تماشا انتخاب کردین. امیدوارستم که اوقات شما بخیر و به سعادت و مبارک باشه و در کنار فامیل، خانواده، دوستا، همکارا، اقارب و در کل همگیتان لباس سبز عافیت بر تن ناز و نفیستان باشه و چرخ روزگار و زندگی هم به مو طبیعت دلتان دگردش باشه. به یک گزارش دیگه اختصاصی از کانال قشتیپه خوش آمدیم. خیلی خوشحال هستم که ما ندیم امینی به اتفاق همکار نازنین و دوست داشتنی ما امروز بعد از سفر چندین ساعته خود ما را رساندیم به کانال قشتیپه و خواستیم از کانال قشتیپه برای شما تصاویر داشته باشیم، گزارش داشته باشیم و همچنان از زراعت و کشت و کار و دهقانی زمین های اطراف کانال قشتیپه برای شما تصاویر و گزارش و صحبت داشته باشیم. امیدوار هستم که اینمی گزارش هم مثل گزارش های دیگه تا انتهایش تماشا بکنین و خوشتان بیایه و در قسمت کامنت ها نظریاتتان با ما شریک بسازین و ایره همچنان بگوین که از کدام قسمت ای کره خاکی ما را تماشا میکرین. ما امی لحظه با همکار عزیزم دقیقا در بین دو پل قرار دارم. قسمت شرقی پل که در بگراند میبینین ای دقیقا پلی هست که پل راه آهن است و پلی که در قسمت غربی ما قرار داره یا او طرف تصاویرش حتما داشتیم یا همکار ما می داشته باشه، اونو پلی است که پل عمومی حیرتان مزار است که وطندارای ما که از طرف شاه و از طرف مزار می آیند اونمو پلی است که مستقیم وصل میشه به طرف حیرتان و او طرف شام قشتیپه و این طرف شام قشتیپه. خواستیم از اینمی قسمت برای شما گزارش شروع بکنیم و سوژه ما همونطور میریم به طرف 42 کیلومتری کانال قشتیپه. از او قسمت هم برای شما تصاویر می داشته باشیم و همچنان یکی از دهقانای ما را پیدا می کنیم، امرایشان قصه می کنیم، راز دل می کنیم و از همون قصه و گپ و گفت دهقانی صحبت می کنیم. خدا کنه که لذت ببرین و براتون خسته کن نبوده باشه. این حال از این قسمت تصویر داریم. همکارم ها لطف کردن آمدن میده این طرف تا از اونمو پل عمومی هم که گفتم پیشتر براتون تصویر داشته باشن.
دیگه ما اینمی جگ دست روی تازه میکنیم، ما خب به قصد ازی آمدیم. همکار عزیز احتیاط که کاله ما خب به قصد ازی آمدیم که اینمی جا یک خودت تر رو پتر بکنیم باز بریم. آل خواد گفتین که می تر خود تری پترش چه رقم و اینمی تک یک کلام های وطنی هست که دار رو ما مانده. دیگه اوبازی خود نمیشه، او بازی اگر میکردیم اونو را ترکدن میگفتن و اینال یک خود دستوری ما را تازه میکنیم، یک خود رفرش میکنیم. گفته اگان تا باز همونطور میریم به طرف 42 کیلومتری کانال قشتیپه که من نمیفهمم که در سمت دست راست یا دست چپ سوژه پیدا میکنیم. یکان هموطن ما که کشت و کار دهقانی داشته باشه و از همون گپای دهقانی میگیم، میشنویم، میخندیم و پرسپال میکنیم که دینمی فصل سال کدام نوع حاصلات، میوجات و اینا از و کشت و کارش هم میکنند باش تو کمی او سرد است یا گرم. او ولا بسیار سرد است، آب و هوا دیگه یک مقدار سرد شده. میده میده در چند قدمی فصل خزان قرار داریم. دقیقا دیگه در این فصل سال یک مقدار آب و هوام سرد میشه و یا به کانال قشتیپام برخلاف گزارش های قبلی که آمده بودیم یک مقدار سرد شده، یک مقدار دیگه. ما اینمیج یک دستوری ما را تازه میکنیم، باز میریم به طرف 42 کیلومتری. دیگه یک گپ دیگه هم راستی یادم اومد که من نمیفهم که در کدام قسمت کانال بود، چند روز قبل یکی از وطندارای ما که دقیقا 3 روز از ازدواجش میشد و تازه داماد بود آمده بود همراه دوستایش برای چکر و تفریح و اگر اشتباه نکنم به او طرف بود، از پل او طرف یک قسمتش است که به حد چقر است و اصلا قد نمیته و در اونجا خواستن او بازی بکنن، متاسفانه که غرق شدن و بسیار به مشکل اونمو جسدشان تانستن اقاربشان پیدا بکنن. ایره به خاطر ازی گفتم وطندار عزیز، مطمئنن که وطندار ما از هر گوشه و کنار شهر از دیگه ولایت های همجوار میاین بره تفریح و چکر و آب بازی به طرف کانال قشتیپه. این کارشان خوب بسیار خوب است، خوش بگذره برشان، ولی بسیار احتیاط بکنن، بسیار احتیاط بکنن که آب وقتی از اون طرف رها میشه چون اینجا ریگزار است، باز اینمی آب ریگ ها را به طرف خودش میکشونه هر طرفی که دلش شد دیگه و هیچ معلوم نیست که کدام قسمت کانال چقر است، کدام قسمتش قطع میته، کدام قسمتش قطع نمیته. به او اساس بسیار احتیاط بکنین دوست عزیز. به هر حالش زیاد پرحرفی نمی کنم که خسته نشین، من یک دست روی ما تازه می کنم، باز میریم بقیه گزارش از سمت 42 کیلومتری کانال قشتیپه تماشا بکنیم. خب وطندارای عزیز، ما همونجا یک آغاز گزارش کردیم، یک دست روی تازه کردیم و قسمی که در شروع گزارش هم گفتیم ما در بین دو پل بودیم امو لحظه، پل عمومی حیرتان مزار و پل راه آهن حیرتان. قسمی که میفهمین وطندارای عزیز، هر کار از خود یک اصول داره، یک قانون داره، یک مقررات داره و ما هم خواستیم که اصول زیر پای نشه، اما طور آمدیم
اینمی قطعه امنیتی را در جریان گذاشتیم، با اینا گفتیم هماهنگی بکنیم، باز هم تو اجازه از اینا را گرفته همو طرف بریم به طرف گزارش و با استفاده از این فرصت بین یک دفعه مسئول اینمی قطعه امنیتی هم صحبت میکنیم، یک کماکان و باز اجازهشان هم میگیریم، اگر اجازه دادن خب او طرف میریم، اگر اجازه ندادن دوباره این طرف میریم. السلام علیکم سید. خوب هستین؟ صحتمند. سلام علیکم. خوب هستین؟ صحتمند. سلام. شما خوب هستین؟ خیرتی است؟ باشین که من عینکای ما بکشم. چی حال دارین قماندان صاحب؟ شکر الحمدلله تش است، بخیر است. سلامت باشین. تشکر. زنده باشین. باشین که اول یک معرفی شویم. نامتان؟ نمی گلبدین مسافر. خیلی خوب. خیلی خوب است. چقدر وقت از اینجا مسئولیت دارین؟ دلته تقریبا یو اتن میشت کیږي چې موږ مسئولیت دلته دی. خیلی خوب است. صاحب مسئولیت شما دقیقاً کدام قسمت ها میشه؟ یک خینمی پل عمومی راه آهن است و خود کانال مربوط شما میشه؟ کانال خود موږ په مربوط کې نه کیږي، هغه ځان محافظت عامه پوسټ لري د بل پلس سره ده. بله. او موږ خصوصا مثال د خبرې د دی ریل ګاډي د سړک ته پاره یو او بیا د دی پله د پاره د دی پوسټ څخه بیا تر هغه پوسټ پورې دا منطقه موږ مربوطه کیږي. تقریبا 80% د پله د پاره یو او 10% د دې ختیا هنګ د لارې د فار د محافظت فاری. خیلی هم خوب است، خیلی هم خوب است. د مورد کار و ساخت ساز کانال خو مطمئنا کم و بیش معلومات دارین دیگه؟ و معلومات لرو زیاد و کم. خیلی خوب است. میشه که معلوماتی که دارین با وطندارای ما شریک بسازین که کار ساخت و ساز کانال قشتیپه با کجا رسیده و چند فیصد کارش پیش رفته؟ در این مورد اگر کم معلومات بتین. تقریبا کارخونه یو پاس خو هغه ډیر وخت کیږي چې خلاص شوی دی، پر دوه پاس باندې کار شروع دی چې تقریبا 3000 ماشینه کار کوي. نو تقریبا 80% یا 15% کار په سر رسیدلی، 25% کار پاتې دی. تر شبورغان تیر شوی دی، د انخوی څخه برته مخ پر دغه را نیولې چې دی خو هم کار روان دی، دا خو څخه هم روان دی. خیلی خوب است، خیلی خوب است. و ای پل راه آهن مطمئنن که ساخت سازش تکمیل شده بود خیلی وقت پیش و به بهره برداری سپرده شده که محصولات کشور همسایه از امی طریق پل میای به افغانستان و وطندارای ما استفاده میکنن. خب احساستان بگوین از این در مورد کانال که چه احساس دارین که این پروژه بزرگ ملی در حال ساخت و ساز است و قرار است که به خیر تکمیل شود و تکمیل شدن از این به نظرتون چقدر نقش اقتصادی داره برای کشور افغانستان؟ دا خو موږ په دې کانال باندې خصوصا یو موږ نه ټول افغانستان د افغانستان وګړي ټول په دې خوشاله دي چې دا په افغانستان کې ډیر یو غټ کار دی. تر اوسه په افغانستان کې داسې کار نه وسوي، تقریبا ډیر کلونه کیږي چې داسې پرمختللې پروژه او داسې کار چې اوس پیل هان په دا درې کاله کې شروع شوی دی دا نه وسوي. موږ هم په دې خوشاله یو، د افغانستان کشر مشر کوچنی لوی ټول په دې خوشاله دي که دا کار د خیر سره په سر ورسیږي او تکمیل سي، دا ټول افغانستان ته ډوډۍ ورکوي. افغانستان ان شاء الله د دغه کوم مشکلاتونه چې اوس موږ لرو د دغه مشکلاتو څخه ان شاء الله که 100% نه او 100% خلاصېږي. ان شاء الله، ان شاء الله خلاصېږي. بسیار زیات تشکر قماندان صاحب. حالا اجازه میتین که ما این طرف بریم یا اجازه نمیتین که دوباره این طرف بریم؟ ان شاء الله اجازه درکو ولار سي څه معلومات چې ما خواته دي هغه به واخیز مرده خواته ته اجازه. قربان سرتان، سلامت باشین. بسیار تشکر. خیر ببینید. بسیار تشکر. خانه تان آباد. خو اجازه را خو گرفتیم از مسئول امنیتی، اما تو ما و همکار ما خوش خو ریلم آمد، ما از سر پلی طرف بیم که خدا نخواسته ما رو زیر پای نکنه. همونطور میده میده میریم، اجازه رو خواه گرفتیم، اجازه عبور دادن. ما و همکار ما بعد از گذشت اینمی ریل که از اینجا تصویر داشته باشیم، باز همونطور میریم به طرف 42 کیلومتری ما را و ادامه گزارش از او قسمت دنبال بکنیم. Thank you.
وطندارای عزیز، قسمی که شما دیدین ما اصول رعایت کردیم، مسئولین در جریان گذاشتیم، امرایشان صحبت هم کردیم، احساسشان هم پرسیدیم و کماکان معلومات هم دادن و ما خواستیم که بیایم از این پل عبور بکنیم، بریم به طرف سوژه که به طرف 42 کیلومتری میشه. اینجا با چند تا از وطندارای ما سر خوردیم که خواستیم با یک وطندار ما صحبت بکنیم. فکر میکنم اینا از مهمانای کابل هستن که آمدن به خاطر دیدن کانال قشتپه. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بخیر باشین، سلامت باشین. اول خو بین که اول معرفی شیم باز دیگه گفاره میزنیم. درست است. اسم من سمیع الله است، از ولایت کابل، از ولسوالی دیسبز آمدیم اینجا. از دیسبز کابل آمدین؟ بله. چی کار بار؟ هیچ، فعلا طالب العلم دوره کلان هستیم و دو تا دیگه اندیوالای ما از آمدیم، گفتیم باش که کانال قشتپه را ببینیم. این کانال قشتپه دیگه یکی از او پروژه های ملی افغانستان است که همه افغان ها ای آرزو و ای ارمان داشتن که قشتپه چی وقت نامش شنیده بودن و عملا ندیده بودن که چی وقت شروع میشه و چی وقت خیرکارای شروع میشه. اون دیدیم، شکر الحمدلله به چشمای خود که کانال قشتپه 70% و 60% فیصد کارایش خلاص شده. انشالله او روز هم شاید خواهد آمد که کانال قشتپه به خیر به سر برسه او ارمان و آرزوهای تمام ملت افغانستان برآورده میشه به خیر. بسیار خوب، انشالله. عزیز بگوین که فکر کنم اولین بار تان از آمدین به کانال. بالکل. مزار خو قبلا آمده بودین؟ بله، مزار آمده بودیم. خود کانال قشتپه را دم یک سا دم میمیردوها صفای مجازی میدیدیم و ارمان شداشتیم که با چشمای خود پروژه خود افغان ها را که خودشان هر امکاناتش از وطن خود است، هر انجینرایش از وطن خود است، هر چیزش از وطن خود است، مثلا موادایی که استفاده میکنن از خود وطن است، گفتیم با چشمای خود ببینیم. بله بله. آمدیم با برای بار اول کانال قشتپه را دیدارش کردیم. خوشتان آمد. بسیار زیاد خوشم آمد، یقینی بسیار خوشم آمد. تشکر از مسئولین دولت، تشکر از انجینر و صاحبایی که اینجا کار کرده هستن، واقعا از دل صادقانه کار کرده هستن و بسیار زیاد خوشحال شدیم که ما این کانال را دیدیم. بسیار تشکر. اگر دینمی کانال قشتپه بر شما مسئولیت داده شوه، به حیث یک هموطن، به حیث یک افغان، به حیث اولاد وطن، چی کار میکنین به کانال قشتپه؟ به خاطر سرسبزیش، به خاطر مثلا پاکسازی و حفاظت و اینایش، خصوصاً در فصل نیالشانی؟ اگر بر ما مسئولیت داده شوه، خو چیزی که از وسط توان ما باشه، حتی از وسط توان ما بالا، اگر کدام تنخواهی که میده، شاید از امون تنخواه خودم ما برای خاطر فصل کانال قشتپه پرداخت کنیم او کانال قشتپه را دیگه هم سرسبزش کنیم انشالله. اگر کارگر نیاز شوه و بگوین که ما نیروی انسانی به خاطر پیشبرد کار کانال نیاز داریم و قرار است بدون معاش، بدون پول کار بکنین، حاضر هستین؟ انشالله خودم خود 100% حاضر هستم، خود شاید یک دو تا بیادرهای دیگه مرام بیارم اینجا. خیلی هم به خاطر فایده و به خاطر چی کامیابی وطن خود، دو تا بیادرهای دیگه خودم میارم هم اینجا. مفت کل از این کار کنم. خیر ببینین، بسیار زیاد تشکر. به مزار شریف آمدین، خیلی خوش آمدین، صفا آوردین، چکرتان بزنین، باز بریم به طرف مزار، ما هم گزارش حساب میکنیم و برین مهمان ما باشین. تشکر، زنده باشین. خیر ببینین. خیر ببینین، خدا کنه که با خاطرات خوش انشالله از مزار برگردین. خیر ببینین، سلامت باشین. خواه وطندار عزیز، ما را دنبال بکنین و ادامه گزارش از 42 کیلومتری شاهد باشین. وطندارای عزیز، بازم به ادامه گزارش خوش آمدین. خدا کنه که خسته نشده باشین. ما دیگه آمدیم بالاخره قسمی که در شروع گزارش براتون گفتیم، در قسمت 42 کیلومتری کانال قشتپه. این همیجا کانال قشتپه است، فقط در چند قدمی ما، شاید 20 قدمی یا 30 قدمی ما کانال قشتپه قرار داره و
این همی پایپ خو میبینین وطن دار عزیز، یک پایپ، دو پایپ، سه پایپ، چهار اینج تقریبا اگه اشتباه نکنم، چهار اینج هست همکار عزیز نه؟ بله چهار اینج هست و از این همی سی متری یا سی قدمی کانال قشتیپه که آب فعلا موجود است. این همی آب، آب کانال قشتیپه است. این همی پایپ که دیدیم اونجا سولرای تولید انرژی آفتابی را که توسط سولرا آبش تامین میکنن، آب زمینایشون از کانال قشتیپه، گفتیم حتما دینامیجا یک هموطن ما باشید که اینجا مشکل است، ما اون طرف برم. اینجا گفتیم که حتما یکی از وطندارای ما چی میکنن، دهقانی میکنن. نه اگر ما پایین برم مطمئن هستیم که مصر میرم. خیر باشه، ما فقط دوباره نمیتور میرم، فقط اینمی آب کانال قشتیپه را یک مزه میکنم. روز بعد از آمون طرف میریم قدم زده، با کسی که اینجا دهقانی میکنه با اینام صحبت میکنیم و گپای دهقانی میداشته باشیم. به به چه قصر دست آب سکر میشه که آب یک سفای خوش آینده داره. الحمدلله. خوابتن داره عزیز، ما هم تو قدم زده میریم، خدا کنه که نمی اکی دهقانه گیر کنیم، کتش یک گپ و گفت دهقانی و وطنی داشته باشیم. ما را دنبال بکنید. وطندارای عزیز میبینید که من تو قدم قدم زده روان هستم در کنار اینمی جوی چگکی که اینمی اکی دیقان ما ایده تنظیم کردن به خاطر تامین آبهای که برای زراعت و برای دیقانیشان نیاز است. اینمی آب، آب کانال قشتیپه است. ما هم تو میریم فکر میکنیم در سر زمین ها هستن، اون در مو کوتگکشان، در مو کوت دیقانیشان مخصای کردیم نبودن دیگه. آه اونجا معلوم میشه. آها مصروف هستن. هرچند که از حاصلات زراعتی کانال قشتیپه گزارش هم داشتیم، ولی هر قدری که از اینمی طرف کانال قشتیپه گزارش بگیریم، از حاصلات زراعتیش گزارش بگیریم، هنوز هم کم است. واقعا خوشایند است به این که واقعا آدم یک حس و حال و هوای خوب می داشته باشه به طرف کانال که میاد، احساس غرور میکنه واقعا واقعا که پس از سالهای سالها آبهای افغانستان مدیریت میشه و استفاده میشه. بسم الله. احساس میکنین که یک کمی نفس ما سوخته دیگه. اینجا که آدم میایه یه پاره داره جولیده، خاکپور و مانده و زله و اینا. السلام علیکم صاحب. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. چی حال احوال؟ سهرمند خیرتی است؟ بخیر است؟ جانتان جور است؟ خوش آمدین. چی حال احوال؟ بخیر باشین. سلامت سفر بخیر باشه. بخیر باشین. آرام باشین. به نظرتان ما زیاد مانده شده باشم یا شما؟ والا به نظر ما خوادت دارین دیگه، شما شاید کمی خسته شده باشین. ما از مزار آمدیم، صبح وقت حرکت کردیم،
گفتیم بین که خبر وطندارای ما را، دهقانای زحمتکش ما را بگیریم، از حاصلاتشان، از کشت و کارشان صحبت بکنیم، قصه بکنیم. رفتیم اون دونمو کوتگه که دهقانیتان، هر چی صدا کردیم کسی جواب نداد. باز ما گفتم حتما در طرف زمینا مصروف هستین که خوشبخت نه اومد. ما صدا کردم گفتم جای نمیسه دیگه، میجو مصروف نمیم جای را گفتم پاک کنیم. خیلی خوب عذاب میبریم. ما فکر میکنم خوش اومدین، صفا آوردین، خیر ببینین خانه‌تان آباد. چقدر نام خدا، یکی از همو وطندارا و دهقانای تبخش و پیشانی باز است. خدا خیرشان بده. زنده باشین. سلامت باشین. ما فکر میکنم در وقت بد آمدیم. نه کار خلاص است. چیز مون. ها این قایق مونده. چی کار میکردین اینجا؟ خیر نمی جای را صاف کاری کنیم که او میبریم بس خرابی نکنه. چون اینجا ریگ است. خیلی باد سیاست این مکمل ریگ است دیگه. ها دیگه ریگ است. قدیه و حرکت میکنه. من فکر میکنم، من خدا شروع گفتم 99% مطمئن هستم که نمی آب کانال قشتی پس. 100%. 100%. آب چشمه است. آب چشمه است. البته آب که آب دریای عموم میایه به طرف کانال اون نیست، ولی آب چشمه ای است که تا 35 کیلومتری است. فکر میکنم چندین چشمه از دل زمین بیرون شده، اونم آب است. بله، تا 42 کیلومتری. 42 کیلومتری. بله. خیلی خوب است. خیلی خوب است. و اینی ریگار هم اونم آب که از طریق کانال میایه اونم اینجا آورده دیگه. درست است؟ خب این ریگا چون همین باد و طوفان دشت از بیابان است، دار درخت نیست که دم شمال بگیره. و خواه ما خود از بغل خاک جدا میکنه. بله بله. چون طوفان ها بسیار زور است. این دیروز شما نبودین، حرارت باد در ساعت 16 کیلومتر بود. سرعت باد در یک ساعت 16 کیلومتر طی میکرد. بله. این طور هفته ها شده که تا 45 کیلومتر در یک ساعت طی کرده طوفان در این ساحه. دیگه سبا شما هم رقم یک طوفان ها گفته. بله. پیشگویی کرده یک توکل به خدا. این زمین تاپو باز میاره دمی جوی که خواه میتا او باز ریسی میاره دیگه. بله هم. خیلی خوب است. خوش آمدیم. خیلی خوب است. خواه. خواه شما هم این مایی که مرا بگیرین، ما بیل شما را میگیریم. سعیست؟ بفرم. اول برای ما بگوین چی کار کنم؟ یک روز بخاطر اینمی را کنیم تو بالا میکنیم دون بغل. این دامنه صاف شوه. خواه. او باز برا دیگم خیلی خوب. حد اقل یک چند دقیقه یا یک روز حداقل به خاطر احساس وطن دوستی و احساسی که ما هم یک روز یاد بکنیم که ما هم دمی کانال کار کردیم. ما خو زیاد بلد نیستم. بسم الله الرحمن الرحیم. اینال اگر ما اشتباه کردم مرا متوجه بسازم. نه ان شاء الله ما شما فرزند می وطن هستیم، قابلیت داریم. این طرف پارت مشکل نداره. بسم الله. این دیگه باید اما تو صاف شو. بله. بسم الله. صرف هم رای آب باز شو دیگه. یعنی ما هفته در هفته نمی جوی پاکی داریم دیگه. خوب است، خوب است. یک بری بری یکی دو سه سال هست دیگه. گفته همکارم این حال دیقانه را درک میکنیم. واقعا کار مشکل است. این خب کار مشکل نیست، و کار دیقانی واقعا مشکل است. و یک گپ خوب دیگه ای که فضل خدا دمی چند روز آب و هوا یک ذره شکسته، چون به طرف خزان روان هستیم، یک ذره آب و هوا سرد شده دیگه. در جریان کار هم آدم اونقدر خسته نمیشه. هوا یک کمی نرمال است. هوا نرمال است و خسته زله نمیکنه. باشیم که من اینجا صحیح کار من خود صحیح است خلیفه جان. انشاءالله صحت بشه. اینجا رو که صاف کردیم پسیره باز تو بالا پردنم بغل میشه. خیلی خوب است. این آدم کار کرده برا. من فکر میکردم که این مسئله دیقانی اینو از ما کس کار گرفته نمیتونه. خب انسان چیزی است خب که میگه کور او میکنه بیشه. که بخواه که بخواه. اما یک مطلب هم داریم، نمیگه خواستن توانستن است. بله بله، کسی که بخواه هر کار کرده میتونه. کار نیست که در دنیا انسان انجامش داده نتونه. اما تو راستی همی نامتا پرسان نکدم هموطن. اسم من نقیب الله اکرمی. لالا نقیب اکرمی. تخلص خانوادگی اکرمی است. اکرمی است. لالا نقیب کدام شاگرد کار داری یا نه؟ شاگرد خب ما زیاد کار داریم دیگه. خواه. زمین ها اینجا 250 جریب از در خدمت تان است. نام خدا 250 جریب زمین. 250 جریب. خیلی زیاد است. خواه. از ما یه نمه که بود دیگه. خسته نباشین. بخیر باشین. سلامت. از این داخل جوی برید. خواه. پای شما هم لالا نقیب لوچ هست؟ چبلی ما دارم. خواه. خیمیریم هم تو چبلی تا هم بگیرین.
خب تایی که لال و نقیب چبلیشو نمیپوشه همون تو قدم زده میریم. خب حالا نگوین در کومنتا که از دروغ نفس میکشه. کار دقانی واقعا همون طور است، از خاک کده گرنگ است ریک. بله یا دیگه کار دقانی واقعا سخت است و قرار است که 250 جریب زمین اینا مدیریت بکنن، کار دقانیش بکنن، کشت و کار بکنن، زحمت بکشن، عرق بریزانن تا ما یک محصولات ساده و آسان به دست بیاریم استفاده بکنیم. خداوند به کار و بارشان برکت بده و به عمرشان برکت نصیب بکنه. خب لال و نقیب بین که اول از اینجا شروع بکنیم، جوی خو گفتین که را به خاطر تامین آب دقانیتان باید باز بکنین. این درخت ها رو معرفی بکنین، چی وقت کاشته بوده، این را قلمچه کاشته بوده، این درخت چی است؟ این درخت ها به نام بید روسی است. خب کیر از قریا آوردیمش در اینجا ریشه‌ای آوردیمشانه. بله در ماه اوت بود، 15 اوت بود که را آوردیم اینجا غصب کردیم. خواهی چند ماه میشه دیگه؟ بله همین سال است. اینا درخت های مسمر است یا چه رقم؟ درخت چی است؟ این درخت خالم جنگلی است دیگه یا؟ خواه یعنی میوه میوه میکنه؟ نه یا میوه نمیکنه. فقط وقتی فقط بزرگ شد چوب میته و سایه میکنه. سایه میکنه و چوب میته. بله خیلی خوب است، خیلی خوب است. خواه اینال این درخت ها تا آخر می رقم است؟ بله تمام. اینیش کلانتر است، این رد من وقت کاشته بدین. نه کلش یک چیز آورده شده، خورد و کلان خورد و کلان آورده شده. میگه درخت که از بسیار درخت شوخ است. خب این در کمابی هم طاقت می آید، طاقت داره، طاقتش بالاست. آها و بمی زمین همی درخت همی داره. بله خیلی خوب است. بمی زمین گفتی، یک سوال خلق شد. این همی زمین هایی که دمی اطراف کانال قشتیپه است، اینمی از لحاظ کیفیت و شیمه و قدرت بر زراعت و بر دهقانی چه رقم یک زمین است؟ خب این زمین ها فعلا سوختگی است. خواه یا قوت سوختگی است، چون یا توروی نخورده. خواه توروی نخورده، قوت نداره. اینا در مرور زمان قوت خود میگیره. فعلا بشیمه است این زمین ها. خب هر قدر که سرش کار شده بره، آب خورده بره، اصلاح شده میره. همونطور است، همونطور است. از دستی که زمین ها شور نخورده، آب نخورده، این زمین ها برای خود کاربت گرفته. خب کاربت گرفته، اینال که این باید زیر رو شوه، زیر رو شوه، آب بخوره که تا خود آماده کنه، راسته کنه. خیلی خوب است، خیلی خوب است. خب یک چیز دیگه هم لال و نقیب، که ما یک گزارش دیگه هم داشتیم از اون طرف 35 کیلومتری بود اگر اشتباه نکنم، با وطندارای ما صحبت کردیم و اونجا آب کانال، یک آب کانال نیست و آب چشمه که خودشان چا کنده بودن و توسط سولر استفاده میکردن، یک کمی تلخ بود، یعنی شور نبود، تلخ بود. تلخش از شوری است. خواه زیاد که شور میشه باز احساس بله. میکنی که تلخ است. بله خواه در اینجا کدام دوستایتان، در این همسایگیایتان کسی چی کنده؟ البته او طرفی که از کانال دور است، چون زمین های شما خود چند قدمی کانال است. بله. او طرف کسی چا کنده؟ آب این طرف چه رقم است؟ این طرف بند کسی چا نزده. خواه این است دامنه سرک است. خواه چا زدگی سن اون صاحب کمران. خواه بونجا چازده آبشان شور است. آبشان شور است. نیمه عمق است، شور است. اگر پورا عمق کنی باز کمی کیفیت خوبتر میشه. بله. یک چیز دیگر دیدیم لال نقیب. همینجا میگم کارم رو خواهش میکنم یک تصویرک بگیره. این را خب به نام چی میگن؟ باش تو. امیل از نامش یادم رفت. اینه میره به چی خاطر شما؟ مترسک. آه یادم آمد. این را خب معمولا به نام مترسک میگن و شاید دیقانا چیز دیگر نامگذاری کرده باشن. اینه میره به چی خاطر اینجا؟ ایرا به خاطر که اینجا ما تربوز کشتیم. خو همی سحره. آها باز اینجا همی روبا و جایره و همی چیزا می آمد، تربوزا را از بین می برد، می خورد. به خاطر همو که بفهمه که نمی جا یک نفر است و چهره آدم اون ترسک برش جور کردیم که از می یکم احراس بکنن تربوز از بین نبرن. باش که یک شوخی کنیم نقیب جان، که خنده کنیم. اونم روبا و جایره و اینا که میای به خاطر خرابکاری، اونا خوب بیعقل است. این امیر آدم فکر کنه باز خرابی نکنن. ها دیگه. خیلی خوب است، خیلی خوب است. خب لال نقیب عزیز بگوین که امی کشت و کارتان امسال چی کاشتین؟ 250 جریبه چند رقم محصولات داشتین؟ کدام طرف است که بریم محصولاتتان یک ببینیم؟ خب ما خود 250 را در مجموع کلش کشت نکردیم. خب فعلا هم کم کم دیگه در قدمه نخست ما گفتیم یک بار یک این چی بکنیم، از یک تجربه گیری بکنیم. خیلی خوب.
هم کم کم کش کردیم. این ساعت تربوز بود. اونجا پیاز داریم. خیلی پخته است، بامیه است، کنجد است. همین چیزا رو کشت کردیم. ماشاءالله این چند نوع محصولات زراعتی رو کشت کردین امسال. با چطور بود؟ از نتیجهش راضی بودین؟ نتیجهش خوب، زمینا فعلا آماده نیست. اما آماده میشه، راضی هستیم. چرا نه؟ یعنی با وجودی که کار داره. زحمت خوب بدون شک کار داره. دهقان ما واقعا یک قشر و یک طبقه خیلی زحمتکش هستن که بیشتر هم برتون گفتم که از خیرات سر میاس، از برکت میاس که ما محصولات آسان، بسیط و خیلی راحت به دست ما قرار میگیره و ما استفاده میکنیم. خداوند خیرشان بده. با وجودی که گفتین زمینا یک ذره که بیشیمه است، باز هم شما راضی هستین از نتیجه گیریش؟ خب هیچ چیزی نیست که بین تو می طرف تر بزاره یک ببینیم. به زحمت راحت, راحت نیست. اینال این زمین ها تا هنوز دست نخورده. خب این در مروری زمان خود راسته میکنه. آره دیگه. یکی دو سال حال ما پارسال به این اندازه نتیجه نگرفته بودیم از حاصلات. خب این سال بهتر از پارسال است. چند سال میشه که کشت و کار میکنید؟ این سال دوم است. سال دوم است. بله. اینی تربوزه که میبینی جایش پارسال پیاز بود. خیلی خوب. نمی جایش مساید تربوز، جایش پارسال پیاز بود. نگونو دامنش همه تو پیاز شمانده بودیم، تخم کردیم. خواه تخم گرفتیم دیگه. اینی سوام پیاز امسال است. خواه حاصلات پیاز چه رقم است امسال؟ پیاز خوب است. از تربوز خربوزه که خوب است؟ خب تربوز خربوزه هم بهتر است، خب زحمت زیادتر است دیگه. پیاز هم خوب است، بد نیست. خواه بله. اینجا پیازش هم. چند جریب پیاز کاشتین تنها؟ یک دو جریب پیاز کشتم، زیاد نیست. خب اینمی دو جریب زمین چقدر حاصل پیاز میده؟ دو جریب زمین اگر زحمت درست شوه برش رسیدگی بکنه میکنه 2000 سیر کابل پیاز میکنه. 2000 سیر کابل؟ بله. یک سیر کابل چند کیلو میشه؟ 7 کیلو. 7 کیلو سیر یک سیر مزار باز 14 کیلو میشه. 14 کیلو میشه. 14 کیلو میشه. خیلی نام خدا حاصل میکنه. باز پیاز زیاد او نیاز داره یا تربوز و خربوزه و پخته و پیاز و پیاز و تربوز هر دوش یکسان است؟ یا 5 پنجاب میخواد تربوزم. خب اینا رو چیندین دیگه؟ بله یار کشیدین مثلا. نام خدا شما از اینمی چیزا بای هستین. چی برش میگن؟ پیاز تربوز، خربوزه، پخته، مثلا دیگه چی کاشته بدین؟ کنجد. کنجد است. همین چیزا هست میگن. نام خدا. بامیه است. اینمی هر کتکارا که میبینین اینا را فقط همون تو چیندن آماده ساختن که فقط حاصلاتشان را بردارن. بازی را چه رقم روان میکنین به طرف شار بر فروش؟ بازارش چطور است؟ بازار خو یک چند روز پیشتر خوب بود. خواه نگه فعلا یک ذره شش تا بازارش. نام خدا چی یک پیازایی از وطن دارای عزیز. به به شمال است. بازارش چی رقم از بازار فروشش؟ برای فعلا سیر کابل 70-60-65 همه قسم میخورن. 70 خالی یا 170؟ نه 70 خالی. خیلی ارزان شده مگر؟ از دیقان همی چیز میخورن. خواه بله کشه دیخانه دیگه. اصل لذت یزیر تاجر و دکاندارا میگیره دیگه. همونطور است. کاش که یک سردخانه به خیلی ساخته شوه. ما مطمئن هستم که حال ما رو به ترقی و رو به میاری شدن روان هستیم. انشالله خدا بزرگ است. میشم بیشک. فکر کنین کی فکرش هم میکرد که کانال قشتیپا به این بزرگی ای یک روز اقدام به جور شدن از این شوه و به این حد به ای یک سال یک و نیم سال کارش به این سطح پیش بره؟ این را کس فکرش نمیکرد نه؟ خامه خام امو طور است و قرار است بخیر انشاءالله بعد از تکمیل شدن از این کارا میاری پیش رفته. رایس امنیت هست، آبادی هست، بازسازی هست، سرسبزی هست و انشاءالله که در قسمت ساختن سردخانه ها مطمئنن که تصمیم گیری ها خواهد شد و اون وقت بخی حاصلاتتان به قیمت به مدلتان فروخته میشه انشالله. توکل به الله. خیلی خوب است. چقدر یعنی گفتم میتونی که چند سیر حاصل گرفتین از این زمین ها در این سال؟ تقریبا شاید 1500 کیلو 500 سیر شاید بکنه. بله. خواه ایره بازم تو کسی که ایره میخره تاجر یا دکاندار مستقیم میای از اینجا خودشان میبره یا شما در شهر رسانده باش میدین؟ یک ده 15 پک ارزان بدیم خواه از اینجا من تورک میکنن میبرم. اگر خود ما بخواهیم باز اونم ده 15 پک مصرف میخوره تا شهر. خیلی خوب است.
لال نقیب دیگه چی است که بریم یک دفعه ببینیم؟ خب اینجا یک ذره نیال، کوره نیال داریم. خب دیگه نیال یک دیدن کنیم. نیال چی است؟ نیال ما با نام ناجو میگیم دیگه زبان خواه میانه. خواه 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 ناجو دیگه یک ذره کلمه انار است، انجیر است. به به، اینمی که از گندم است، از چی است؟ بله از گندم پارسال است. از گندم پارسال جاره که میبینیم جاش گندم. گندم پارسال کایش هنوز هم مونده؟ بله یک ذریش انتقال دادیم دیگه، شماندیم که اینجا یک اتاق درست بکنیم، به خاطر اتاق موندیم. خواه خیلی خوب است. اینمی هست یا پیش است؟ اینمی هست. خواه اینمی هست؟ نه یا بوتای غیره است. این بوته چی است؟ بوته بخیر شورک زاید و بیکار است دیگه. آه شورک میگه از اون میشه دیگه. خب این درخت های ناجوس، ناجوس این کم کم سبز شده روان است و هر قدر که سری زحمت کشیده شده اون همه قدر. و فکر میکنم این درخت ناجو نسبت به دیگه درخت ها یک ذره زود رشد میکنه. نه یا دیر رشد میکنه؟ رشدش دیر است. خب دیر رشد میکنه ولی خراب نمیشه. خراب نمیشه، اوام شاید کم نیاز داشته باشه. یکی یک بار اگر چسبید دیگه باز دوا بقدر ضرورت نداره. خب اینش یک ذره اگر کلانتر اونو طرفش کلانتر شده روان است، اونو طرفش و پخته است دیگه. خواه. اینجا قلمی انار است. خواه امی انار وقتی میکارین در چند در یعنی حاصلاتش چه رقم است؟ در یک سال حاصل میته یا زیاده؟ انار خود در چهار سال سر حاصل می در چهار سال. بله اینی انار است، قلمایش که ما اینجا قصد کرده بودیم. خواه نگه اینو نار تازه بجی کده. خواه اینی این بجیش است. اینا اینی بوتای اضافه است؟ اوه شورک میگه معلف از تخم سبز. این موجودیت اینمی ها در کنار درخت های مسمر و میوه‌دار باز شیمی درخت هم بله. کم میکنه یک مقدار؟ شیمی زمین هم میگیره. باز درخت بسیار بدیری رشد میکنه؟ هر کشت که باشد، چی از درخت چی از دیگه کشتو. اینی انار است؟ بله همی انار است. ایره چی وقت کاشته بودین؟ ایره ماه حمل. ماه حمل این چند ماه میشه دیگه؟ بله. این هم تو قلمچه شانده بودین؟ بله قلمش از قندار آورده بودیم. انار قندار خوب نام هم داره دیگه. نمینجا نیم ساعت 6000 نیال نام خدا 6000 قلم هم آورده بودیم از قندار. لال نقیب اینجا چند دقیقه در زمین بزرگ هم تو میریم پختای طرف هست؟ یعنی این دامن پخت هست. خب طرف پختا میریم هم تو دیگه در این زمین بزرگ که بسیار واقعا بزرگ است چند نفر کار میکنین؟ خب برای فعلا خب کارگر ما کم است، باز در وقت حاصلاتش یا در وقت کشتش کارگر اضافه میکنیم. خب اینی هم انار است. بله نام خدا. اینی را ما عمل کاشته بدین؟ بله اینی انجیر است. اینی؟ این قلمی انجیر است، قلمی از یام از قندار آمده. خوب است. اینی ها پخته است؟ بله ها پخته است. خیلی بین لال نقیب کنیم پخته را مکسه کنیم. پخته را اون طرف که میری اینی انارا را که کم کلام شده. خواه اونو طرف هم پخت است نه لالا نقیب؟ اما دامنه پخته است دیگه تا اینمی طرف. بله. خواه طرف پخته خو میریم. اینی انارا یک مقدار زیادتر از او طرف رشد کرده و کلان شده در حالی که یک وقت کاشته. بله همی زمین کش که پیشتر ما گفتیم کیفیت نداره بینمی دلیل است که این رگ زمین است. این رگ زمین است. اینه ای ساحه را بیبی اینی بجگی ها را به مای حمل زده، اینه به مای سور اینه بجگی خود را بزرگ کده کلان کده. اینی ساحه رگ زمین کمی شیمه دار است. باز اون ساحه را سفیدی را که میبینین اون ساحه شیمه نداره. شاید هر قدر این طرف رفته بری شیمه زمین زیاد شده بره. خب یا او را کز نه در مجموع همیتر رگ زمین است دیگه. خب. تا که یا توروی شوه خود درست بکنه. خیلی خوب. اینه می ساحه زمینش کمکک مفید است. در چهار سال گفتین سر حاصل میه؟ بله سر حاصل میه. و این در دو سال هم میه. اونا میبینه که قلمی امسال است اونا گل کده. آها این سعی کنین وطندار عزیز بیان که از اینجا تصویر داشته باشیم. اینی میوه خود بزرگ نمیکنه فعلا چون اینو خوش شده از کنده ضعیف است. دیگه میوه خود بزرگ نمیکنه. اون گل است اینی که است اینی انارش است. سعی کنین از برای خدا قدرت خدا را سعی کنین خودش چند ماه میشه که شانده شده زود رشد هم کرده، سبز هم شده، کلانتر هم شده و مهمتری که حتی سر حاصل آمده. اما حاصلش ها گفتن کلان نمی کنه دیگه ولی اینجا هم انار داده و اینی هم نو گل کده. بله اینی بوتای انجیر است که قلمه شانده میش. خواه و یک جای رفته بودیم
یکی از دوستا بود، ما گفتیم از امی انجیرای وطنی داشتن. خواه ما گفتیم سال آمده بخیر، ما از این قلمه میبریم. باز اونا گفتن که قلمه نمیشه از انجیر. خواه این دوستا شاید باشن که اینیا قلمه است که ما این از قندهار یه انتقال داده ورده بودیم اینجا. لالو نقی این قلمه انجیر است. چند سال تجربه دیقانی دارین؟ تجربه دیقانی ما خو کمتر است. خواه دیگه نمیجا تجربه کردیم، تقریبا دو سال میشه. با وجودی که گفتن قلمی انجیر حاصل نمیتا، نتیجه نمیتا، شما بله. بازم تجربه کردیم که تجربه نام خدا کردیم. بله خیلی خوب است، خیلی خوب. همین دنیا سراسر تجربه است دیگه. بله بله آدم هر قدری که پیش میره تا که یک چیزی را به دست خود تجربه نکنی شنیدن کی بود مانند بله بله دیدن. بله اموتور است، بازور کس تایید نمیکنه دیگه. خیلی خوب است لالو نقیب. همین انار خو در 4 سال سر حاصل میایه؟ بله. انجیر در چند سال سر حاصل؟ انجیر هم این چیز است مثل انار باره. بله. باز آب کم کار داره یا زیاد؟ خب یا که بزرگ شد باز امو دی دردم آب لازم داره. خب. این در روز در روز اونم انجیر است. بله. این انجیر است؟ بله. نام خود چی یک ساختمان متفاوت نمای داره. نمای مقبول داره. نمای مقبول داره. ای که باز کلان شوه دیگه چندین برابر زیباتر میشه. خیلی خوبه. که با میوه شوه. آه دیگه انجیر هم نام خدا میوه است دیگه که سراسر پر از آهن، پر از ویتامین. گفته بزرگا خود میگن که انجیر اولین میوه بهشت است میگه دیگه. بری بیشک بیشک. خیلی خوب است. اینی هم چیزای بیکاره است؟ بوتای بیکاره است. بوتای بیکاره است. اینمی قلمچگک ها که زیر پای ما میایه اینمی ها اینه میرم دمای عمل کشته بدین؟ آه در مجموع کلش یک جای کشته شده، یعنی بعضی خدا خشک میکنم و بعضیش میگیرم. خیلی خوب است. در مجموع کس نمیگیره. این رگ زمین میبینی اینجا؟ اینجا شورش و مکمل کاربوتش اینجا بیشتر بود. در تصویر میبینین که کاربوت یا اونمو نمکش. هم کاربوت هم از نمک تولید میشه دیگه؟ نه شوری علایده است، کاربوت علایده است. خواه بله اینه میبینین کاربوت به این اندازه میسوزانه کشته. این چوب هایی که اینجا ما قص کردیم این سوختانده اینه میبینین؟ سوختانده بیخی ها. این زور کاربوت است که جوش میکنه آب وقتی که الان میکنند در زمین اینه میگل میجوشه. داغ میه که داغ آمد هر کشتی که باشه او رو میسوزانه. نمک هم از یک طرف، کاربوت هم از دیگه طرف حاصلات بله. خراب میکنه. خیلی خوب است. قدم زده رسیدیم به طرف زمینایی که لالا نقیب ما پخته کاشتن. میریم حاصلات پخته را میبینیم. راستی لالا نقیب خوشا به حالتان که راستی را بگوین که زمین ها از خودتان است یا اجاره گرفتین؟ زمین ها از طرف دولت اجاره داده شده و اجاره گرفتیم. یاره خیلی خوب است. اینال چانس آوردین خوشا به حالتان که زمین هایتان فقط در 30 متری یا 30 قدمی کانال است. بله. آه خیلی خوب است. اینم پخته است دیگه. در مورد حاصلات پخته خو گپ میزنیم لال نقیب. باش که شما خوادت کردین. بله ما یک ذره نفسم سوخت. و می بهانه یک استا چه می یک قصه بکنیم. چقدر خوشحال هستین که زمینایتان در چند قدمی کانال قشتیپه قرار داره و از آب کانال قشتیپه استفاده میکنین؟ خو خوشی سر آب به نهایت که زیاد است ایره کس نمیتونه گفته. آب است که حیات است. آب است که حیات است. بله. بیشک در جایی که آب است اونجا زندگی است. بله بله. و در جایی که آب نباشه زندگی انسان، حیوان، پرنده، تمام موجودات حتی نباتات به چالش به مشکل برمیخوره. واقعا همونطور است. آب مایه حیات است. 3 حصه زمین آب است. 3 حصه بدن انسان آب است. یعنی آب اگر ارزش آب ما از لحاظ طبی بفهمیم شما دیگه هیچ چیز نمیخورین غیر آب. یعنی اینقدر مفید است. خصوصا گرده ها در بین آب زندگی میکنه که بدن کم آب شوه باز مشکل گرده پیدا میکنیم. به هر صورتش اینجا پختام سبز شده لال نقیب. بله سفید کده خدا. خواه 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 باش تو کم یک سعی کنم. اینه بینش دانگک ها داره؟ آه دیگه اونم تخمش از دیگه پندانه که میگن برش. خواه 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 یا چگیت میگنش. خیر ببینی روغن پندانه از امیاس بله. تولید میشه؟ از امو دانه همی تولید میشه. خیلی خوب است، خیلی خوب است. چند جریب زمین پخته کشت کردین؟ شاید گفته خون نمیشه 8 جریب شد به 8 جریب. 8 جریب هم بسیار زیاد است و کارش کار ساده نیست. چند نفر کشت کردین امیره؟
ایره خود کشتش ما 8 نفر بودیم. 8 نفر خوب است، این اندیوالا است بالاخره حرکتتون. بله خیلی خوب است. یک چیز دیگه که در مورد پخته برای ما بگوی نقیب جان، که حاصلات پخته چطور است نسبت به دیگه محصولات زراعتی و در یک سال چند فصل شما پخته میگیرین؟ در یک سال یک فصل پخته گرفته میشه. خواه دیگه حاصلاتش خوب است. حاصلاتش خوب است، بازار داره. دیگه کشتا بازارش خوب است. من فکر میکنم شاید از دیگه محصولات زراعتی کده اینمی پخته بازارش یک مقدار خوبتر باشه. بله بله. سیر چند میخرن؟ برای فعلا شاید سیر یک هزار هشتصد نهصد. سیرش؟ بله. خیلی خوب است. چند نوع پخته مثلا ما در وطن ما میتونیم کشت بکنیم؟ چند نوع کشت میشه در حال حاضر؟ ام یک نوع است یا کدام نوع؟ پخته. پخته. پخته نم یک پخته است. یک نوع است. اونو پخته خارجی که میگن او چه رقمی است؟ پخته در مجموع یک پخته است. او صرف پندانش فرق میکنه و فصلیش فرق میکنه. خب. ما پندانه داریم. تخمش هم شاید فرق کنه. بله. ولی این پخته را که میبینین قدش پخش است و حاصلاتش زیادتر است. حاصلاتش زیادتر است. این را به نام پخته سیما میگه. خب. این را به نام سیما میگه. باز یک نوع دیگه شست گوند اگه ایجی بلندتر میشه او را به نام ششما میگه. خواه که وطنی است. ششما یعنی منظورتانی که وقتی کاشتین بعد از ششما سر حاصل میاید؟ نه بعد از ششما می حاصلش میرسه. خواه خواه خواه. این سیمایی که میگیم در سیما حاصلش میرسه. خواه بله. خیلی خوب است. حالی را ما نیم پخته که نال سفید شده این سیما هست، این زود خود سفید کرده. حاصل خود رسانده. اگر ما از ششمایی را کشت میکردیم حال خود سفید نمیکرد. همونطور است. باز اینمی پخته چقدر آب نیاز داره؟ کم آب است یا آب زیاد نیاز داره؟ خب در زمین های کانال برتان تشریفیتم یا زمین های دیگه؟ در کل در دیگه ساحاک است، زمین ها شیرین است و قوت داره، انرژی داره، نیاز داشته باشه. اونجا دای درده در روز به در روز آب لازم داره. خب در اینجا که است این کشتای دیگه تربوز و مثال پیاز 5 در 5 آب میگیره هر 5 روز. بله. چون زمین ها یک ذره تشنه است، طبیعت زمین گرم است، زود تشنه میشه. خیلی خوب است. یک سوال عمومی اگه بکنم لال نقیب، که در کل ترباز، خربوزه و همه محصولات زراعتی و پخته و این و آن تمام چیزهایی که کاشتین امسال، البته تنها هدف از اطراف کانال قشتیپه نیست، در کل امی سال حاصلات چطور بوده؟ خوب بوده نسبت به سالهای گذشته یا نبوده؟ نسبت به سالهای گذشته امسال کمی بهتر است. و دیگه نگفته نمانه کمی که مرضات چون زیادتر بود، انگاره را کشت کردن، حاصل گرفته نتانیستن از تربوز، مصرف کردن اما مرض زد. یک مرضی هست به نام کاموی میگن. چی میگن؟ کاموی؟ بله گاموی میگه، کاموی میگن. همینطور یک مرض زد، بوتا رشد نکرد، تن و تربوز خربوزه را خراب کرد. تن و تربوز خربوزه را. خربوزه بهتر بود، تربوزه خراب کرد. اینمی محصولاتی که شما امسال کشت و کار کردین کلش کود نیاز داره دیگه مطمئنن؟ بله 100%. اینمی ساحه پخته که میبینین در حدود از زمین شروع تا کبوتیش ما 14 خلطه 18 خلطه کود به می استفاده کردیم. کود سفید یا سیاه؟ کود سفید و سیاه. سفید و سیاه هر دوش هم میکس کرده استفاده میکنین؟ در زمین سیاهش زدیم، در کبوتیش سفیده. خواه چون این زمین ها بسیار بیکشیت است، قوت نداره. باز کود زیاد نیاز داره. بدون کود زمین ها کشت نمیتونه. تا چند سالی که بخیر هر قدر کشت و کار شده بره باز خوب شده میره. شاید باز در آینده 3-4 سال بعد باز اونقدر مصرف نمیخواد، اونقدر کود نمیخواد تا که خود راسته کنه. نرخ و نوای کود امسال چطور بود نسبت به سالهای پیش شده؟ نرخ و نوا امسال بهتر بود. دیگه خداوند یار قوت بده که سر می دهقین یکم که دل بسوزنه نه پایین بیارن، دل بسوزنه. چون ما کارخانهش نزدیک خانه ما هست در کود برق. در کود برق در اونجا از کارخانه تاجرای ما میگیرن کوتا 750-730 و این نهایتا انتقال ازی در داخل شهر مزار 50 روپه کرایه بگیرن یا مصرف بخواه. بله این 50 روپه مفاد بگیرن میشه 800-850 1000 بگی. اما این تاجرای ما را دیگه چی بگویم، با 1500 و 800 و 2000 به فروش میرسانن. یک بر دو یک بر سه. بله بله به خداوند انصافشان بده. ولی کل تجارای ما این قسم نیستن، خوبم داریم در بینشان. خب خداوند انصاف بده کل گیره دیگه بالاخره. بله. خیلی خوب است، خیلی خوب است. خب انار هم دیدیم، انجیر هم دیدیم، پیاز هم دیدیم، پختر هم دیدیم، دیگه چی دارین؟
دیگه کنجد است کنجد جام کردم اگر خب. میره بریم یک دفعه می کنجد هم ببینیم میروانی شما پیش برین من از پشتتان آمده میرم نام خدا نام خدا یک زمینای وسیع بزرگ و لالا نقیب ما هم نام خدا یک بچه خوشتب خوشتبیت خندروی پیشانی باز اجتماعی دیگه هر قدر امروش صحبت کنیم قصه کنیم دق نمیاریم و همونطور میریم حاصلات دیگه شان هم میبینیم که گفتن کنجد کشت کردیم و کنجد هم جمع‌آوری کردن اونم اونجا یک دفعه میبینیم در مورد کنجد هم یک کماکان صحبت میکنیم که کشتش چه رقم است سخت است آسان است و در چند سال بس آب حاصلاتش هم میوردارن آب کم نیاز داره زیاد نیاز داره و این زمین ها برای کنجد چطور است این یک پارم یک کمی قصه میکنیم و باز در آخر پرسان میکنیم که از این حاصلاتشان از این محصولات زراعتیشان برای خوردن چی دارن که به می بهانه در مو کلبگه که دیقانیشان بریم و همو تو قصه بکنیم خدا خوب یک زمین های وسیع و کلان است واقعا آدم اصلا من همی لحظه احساس میکنم این همی زمین ها از خودم است و من سرش قدم میزنم واقعا آدم احساس خوشی میکنه احساس افتخار میکنه برای وطن خودش برای هموطن خودش برای دهقان های خودش که ایره بارها بارها گفتیم که طبقه و قشر دهقان ما یکی از زحمت کشترین قشر وطن است یعنی ما تمام محصولاتی را که در بازار میبینیم فکر نکنین که خیلی راحت و ساده به دست می آید اصل زحمتش دهقان ما میکشه شب و روز در طول سال عرق میریزانن کار میکنن زحمت میکشن تا یک لقمه نان حلال برای خودشان هم به دست بیارن و یک خدمت کرده باشن برای هموطن ها فکر میکنم اگه اشتباه خب لال نقیب اگه اشتباه نکنم اینمی هست بله کنجد هست خرمنده کنجد هست دیگه در خرمن گندم در وقت تریشل خواه یک قانون داره همین دهقانای ما که کیپسن توزیع میکنن نه؟ بله اون کیپسن وطن داره ازی شاید بعضی ها بفهمند بعضی ها اولین بارشان باشه شنیدن کیپسن دونمو سهمی است که در سر تریشل کردن گندم باز برای همی دوستا امی دهقان مربوط اونم را توزیع میکنه بله. و کنجد چه رقم است کیپسنگ نداره کنجد هم کیپسنگ داره چرا نداره بله خیلی خوب ای هم گندم بار ایلان و نقیب مثلا ده یک خوشش چندین دانه کنجد میکنه یا این چه رقم است حاصلاتش خب ایره نه تماشا میکنه که بینش استم بار میگیره دانه میگیره و این یک کش بارخانه است داخل ازی کنجد میباشه خب بله اون کنجدش میگه دانش باز است کنجدش ریخت دیگه این تک اولش که ما دادیم تک اولش که دادیم اینجا امرای برگش هست چونی برگ تک اول کنجد کش برگ داره دیگه با برگش میرزه تک دوم میشه باز کنجد دیگه فعلا در تک دوم هست این هم میمونین که خوب خشک شوا باز بله. بتکنین این هم این همیتور اول بوق میتیم برای دو سه روز وقتی که کندی میشه زمین تو بسته میشه برای دو سه روز باز این هم اینجا بوق میتیم سر در سر که یک کمی خود گرم بیه خدا پخته کنه خودم دانی که خام میمونه بازی رو دوباره میتونه استاد نکنه که شمال بخوره باد بخوره خدا خوش کنه وقتی که خدا خوش کرد بازی نمی بارخانه خدا به این سیستم واز میکنه باز میکنه خدا اینکه واز کرد بازم تک میتونه کنجد شمید خیلی راحت باز از ساقه جدا میشه بله خودش میرزه با تک میتونه میرزه باز اینمی کنجد کاشتش چه رقم است آسان است یا سخت است و دیگه آب کم نیاز داره آسان ترین کشت دهقان می کنجد است خب بله این کنجد را که میبینین امرای این پخته مکس مکشت کرده بودم خب دم یک زمین بله دیگه دفعه قبل هم به نظرم که نظری صاحب آمده بودن بله بله و این کنجد داخل این پخته مکس بود خب بله. خیلی خوب است باز فروشش چه رقم است نرخ نواش فروش هم خوب است برای فعلا باز در این زمین های کانال قشتیپه حاصلات کنجد بهتر از دیگه حاصلات از دیگه حاصلات بله. است خیلی دیگه به سال نرخ شما مطمئنا خوب است بازار هم داره بله. یک ذره زیادتر کنجد کشت کنین انشالله
اگر زندگی بود. ایره امتیانی کاشتین؟ بله، ایره امتیانی سال اول تا پخت... در این بین پخته ما انداختیم، گفتیم میبره نمیبره توکلش به خدا گفتن. دو دله بودین دیگه. خب مقصد کشت کردیم، گفتیم ببینیم یکی چی شه بگیریم. میگه توکل به خدا بهتر از اندیشه و فکر کردن. شما توکل به خدا پاش دادین، اولین سالتان است، ولی راضی بودین از حاصلاتش؟ بله بله راضی هستیم. این حال بخیر به سالهای بعد میشه بخریم زیاد... نتیجه شا گرفتیم. نتیجه گرفتیم به خاطر یک نتیجه ما گفتیم که سبز میکنه، رشد میکنه، نمیکنه. نظر در پخته و دیگه چیزا رشدش بهتر است. خب اینی را گفتین از برگایش، این برگا هم خاکش است که این کنجد از دیگه نه، یعنی مکمل کنجد از دیگه. بله. فقط یک کمی برگ کاری کار داره، باز چغل میشه، بود داده میشه، صفا میشه چیزش. خیلی خوبه. بله. از این کنجد هم روغن جدا میشه نه؟ 100% روغن کنجد بالاترین روغن در سطح روغن هاست و بی‌ضررترین، بی‌ضررترین و کمترین روغن هم، روغن هم اینمی از بی‌ضررترین هم همی از کسی که شکر داره، فشار داره، چربی خون داره، وزن زیاد داره، اما تو دلپور دلپور توکل شه به خدا بکنه، استفاده بکنه، انشالله هیچ ضرر نداره. تنمانه که در 72 درد نگه دوا هست. بله. یک کنجد یکی سیادانه. سیادانه است. سیادانه و کنجد دردش یک خصلت داره. خواه خواه. بله. خیلی خوب است. روغن کنجد که کسایی که پای دردی دارن فقط متواتر دوامدار در پایشان چرب بکنن، مساج بتن کف پایشان، ضررش میگه ببخشید. این سیادانه است. سیادانه است مفادش و به گفته لالا نقیب ما که به 72 مرض دواست. البته دوامدار استفاده کنن. خیلی خوب است. خب لالا نقیب دیگه چی دارین؟ دیگه میریم سر تربوز، یک ذره تربوز مانده. خب امیر میخواستم پیشتر تمام شده، بازم زمین ها خوب است. میره یک ذره دم بده که من بخورم نون که یک ذره درست پاکش کنم. امی رقم که خورده میشه چی فایده میکنه؟ خب امی رقم که خورده میشه دیگه نگفتی پیشتر، خب گفتم به 72 مرض دواست. بسیار طعم خوب داره، شیرین است، بسیار خوشایند است. دوای گر میره بخوری فقط گنگس و گولت میکنه، مثل که کدام چیزی را زده باشی. نه خیر، نه با او اندازه نیست. سیادانه هم رقم است. خب سیادانه یکم که تب گرمش بالاست، این اونقدر گرم نیست. اونقدر گرم نیست. بله. میره خصوصا کسایی که فشار داشته باشه استفاده بکنه، بسیار مفید است. در حیات مفیدترین روغن گفتم کمی است. مقصد پوشی تا گرفته رئیس آورسون. شما نمیایید. تلخ هم نیست، خوب شیرین است. نه نه دیگه، تلخ نیست دیگه. این نظر صاحب برای شما پاک دارم که دلتان باز نمانه. مزه عزیز وطندار عزیز، فقط فکر کنین که چهارمغز میده کردین نوش جان کردین، مزهش اونم رقم شیرین و خیلی خوشایند. این از برکت لالا نقیب. ما روغن کنجد خو زیاد استفاده کردیم و اولین بار است که ما کنجد اینم تو گفت یگان تا مثل چی میگن نحسوار کپایی واری کپایی میخورم. بازی که بریان شوی باز دیگه لذت داره. میانوز بریان نیست دیگه؟ نه دیگه، خود تازه است نیست از خودش. لال نقیب میرم خواهی بارش تعریض میرم. دمقدر زمین های کلان ملی. غیر از کنجد دیگه بر خوردن چی داری؟ ازی بگو. تربوز داریم. میرم خواهی یالا. اما تو مامو نقیب جان میریم سر تربوز ها، اما تو که آمده بدیم به می بهانه یک تربوز خوری هم میکنیم.
این وطنداره عزیز، پس دوباره رسیدیم به مو جایی که از زمین های تربوز برتان تصویر داشتیم. خواه لال نقیب، اینا رو من خواه نمیفهمم، گور و گردنت خودت میفهمی. یک دانه تربوز بتابه پیدا کو، اونم اون طرف میبریم، یک سر رویش میشویم، دست رویش گفتی اگان تا پاک صدره اگم دیگونه که دمی سر پشتکی بخوری دیگه مزه دارم اگه. نه او خوب درست است، مزهش زیاد میشه. ما گفتم همون طور بریم دمی کلبه دیقانی تان دمو خیمگک. خوب است، خوب گفت است. خیلی خوب است. تربوزی را که شما میبینین اینی ماهی هم ماهی میزان است. چقدر گرنگ است؟ بله ماه ماهی میزان است، چون اینی بوته تربوزی که شما تماشا میکنین این در ماه ثور اینجا کش شده. خب و بعضی از دوستا میگن که تربوز دینجا نمیشه، کشتم کردم که واقعیت نتونستن و ما برشان گفتم که بیاین ما برتان تخنیکش برتان نشان میتون. اینه میبینین حال تازه نه تربوز انداخته، این هم دستور کش شده بود، همش دستور کش شده. اینه حال هم دیگه بار داره، میبینین بار اونش بخی کج کور شده. آها دیگه، چون هوا سرد شد نه؟ حالا خدا بزرگ نمیکنه، مندازه، بار مندازه، ما خدا بزرگ نمیکنه. اینی یک ذره زیاده کلانتر است. بله. خب لال نقیب، این دایی خرد بودنش چقدر وزن از این گرنگ است؟ چرا؟ خب آب است دیگه، تربوز. تربوز که است در مجموع آب است. تربوز میگن یا هندوانه؟ هندوانه، به گفته مردم سرزمین ایران. هندوهاری ما اندانه میگه دیگه، اونا اندانه میگه، ایرانی ها هندوانه میگه، ما شما تربوز میگیم. خب بالاخره زبان یک زبان است، ولی ادبیات فرق میکنه، ادبیات کشور و صوت و لحجه. بالاخره 2:15:45 میشه نقیب جان. بله سلام بسارک، نکته مهم است که ما شما این را باید برای ملت، برای دوستا آشکار بکنیم. بله مگر روز جبرائیل، از جبرائیل امین پرسان کرد که ما اگر تفرقه نباشیم چه رقمی که دیگر رو بشناسیم. گفت شما را پروردگار با باید امیر سوال کرده بود ازش، گفت شما را پروردگار تفرقه تفرقه، زبان زبان، قبیله قبیله، قبیله قبیله، میافیره و چهره تان تغییرات میداشته باشه که شما یکی دیگر رو بشناسیم از طریق زبان، از طریق چهره. به می دلیل انسان هایی که دیگر خود را شناس داشته باشند. بله. اگر کلم با یک زبان نشد با کسی را نمیشناخت دیگر. بلکل. کی کی است و کی است. بلکل. اینمی چیزی که نقیب جان گفت، این ترجمه آیه از قرآن است که خداوند میگه من شما را به قبیله قبیله آفریدم تا شما بین خود تعارف داشته باشین، معرفت و شناخت داشته باشین. بله. خیلی خوب است. خب ایرم کندین بریم هم تو دیگه مایده مایده بخیر. ما امروی نقیب جان اینم دو دانه یک تربوز کندیم، اگر دادم روی ما یگان دانه دیگه هم آمد بتاب میکنیم. باز ما نقیب جان و همکار ما که در این برنامه خیلی زحمت کشیدن، خدا خیرشان بده، تصاویر خوب گرفتن. میریم اون تو در خیمه که لال نقیب میشینیم، یک چند دقیقه اونجا هم قسم میکنیم و اینا میره نوش جان میکنیم، باز ببینیم که وقت برنامه باقی هست که ادامه بدیم یا نیست. وطندارای عزیز، یک ذره یک نفسم سوخته، قدم زده قدم زده اومدیم دینمی کلبگک، دینمی خیمگک صمیمانه و رفیقانه و دیقانیشان. میریم دمی داخل اونم دو دانه تروزه که میبینین، بر رضای خدا سرش از تنش جدا میکنیم، دمیده دفنش میکنیم. باز ببینیم که اگر وقت باقی بود خو یک قسم میکنیم، اگر نبود باز عموجه گپ میزنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لال نقیب اجازه است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بشینین لال نقیب شما. خب بگیرین تو لال نقیب ایره یک بر رضای خدا حلال کنین. توکل اردوی ما به خدا. بسم الله. پخته شده باشه میگی؟
تالیو وقتی تش؟ آه نمعلوم میشه که تربوز در این وقت خام نمیمانه. خورد میمانه شاید ولی خام نمیمانه. نام خدا نام تربوز. خیلی خوب است. اینه خسته هم نداره، خیلی راحت میشه که یا پرخسته نیست. در یک گزارش قبلی از کانال قشتیپک داشتیم، ما و همی همکارم، خدایی را داشته باشه، خدا توفیقش بده. در وقت تربوز خوردن خیلی زهر مار رو مزریت کرده بودن، حتی وطندارا در کومند یاد کردن که می همکارتان خیلی چی بوده، حداقل شما رو نمون کمی تربوز نوش جان بکنین. در وقت خوردن تربوز مرا موجه شانده بود، باز خانه زنبور سر من تور داده بود. دیگه ما هم خیستیم گریختیم و اگه وطندار عزیز دیده باشین اون برنامه را یادتان باشه، من گفته بودم که در وقت تربوز خوردن اونمو جمله یادم آمده بود و اینجا همین لحظه یادم آمد که گفته بودم زندگی را مثل خوردن تربوز فکر کنین، از طعمش، از رنگش، از شیرینی زندگی لذت ببرین، ولی از اونو اذیت کردن ها و مزاحمت کردن هایی که مثل اینمی خستای تربوز براتان میشه او را نادیده بگیرین، بی خیال عمو تو دل به دریا بزنین و پیش برین و لذت ببرین. نام خدا لال نقیب نسبت به این خرد بودنش خیلی پر آب است و شیرین است، شیرین میگم، خیلی سرخ است ولی طعمش هم تا هنوز نخوردیم. اجازه است لال نقیب یک نوش جان کنه؟ بسم الله. وطندارای عزیز، دور از دل شما نام خدا، اینمی تربوز خیلی شیرین است واقعاً. به گفته نقیب جان که در این وقت تربوز هیچ خام نمیمونه. به هر صورتش همکار عزیز دیگه گنجایش داریم نداریم؟ اینمی همکار ما که علیه نمیتونه میکنه. خب بسیار زیاد تشکر از همکار ما که خیلی لطف کردن در این گزارش هم زحمت کشیدن، تصاویر خوب کوشش کردن بگیرن. خدا کنه که خوشتان آمده باشه، دیگه گنجایش ثبت نداریم. ای بود گزارش اختصاصی ما از کانال قشتیپه و از زراعت کانال قشتیپه. خدا کنه که خوشتان آمده باشه. کمبودی های برنامه را شما با بزرگواری خود ببخشین و در همی ویدیو یا در همی گزارش نظراتتان با ما شریک بسازین و بگوین که برنامه را از کجا میبینین. و یک هموطن ما درخواست کرده بودن که از کانال قشتیپه گزارش نداشتین، اینی هم تقدیم اونمو وطندارا و در کل تمام دنبال کننده ها، تا ای که با یک گزارش دیگه، با یک سوژه دیگه، از یک نقطه دیگه مهمان حضورتان میباشیم. شما را به الله کریم و به همتا امانت میسپارم. مواظب خودتان باشین، مواظب افکارتان باشین، خوبی را هیچگاهی فراموش نکنین، لبخند هیچگاهی فراموش نکنین و دل به دریا بزنین و مهربان باشین. به پایان آمدین دفتر، حکایت همچنان باقی است. خدا نگهدارید.